مبارک خواهد از گردان گردون. میرسد به گوشت این آهنگ موزون، تا تو را سازد تو من یک بار افسون. من که هستم مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون. مرد میدون از آن صاحب کمالم، فکر مردم روز و شب باشد خیالم. از شرف دم میزنم تا زنده هستم، من چطور ناموس خود را میپرستم. من که هستم مرد میدون، 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 مرد میدون. بسیار خوب، وکلای مدافع و همچنین شش نفر از متهمین آخرین دفاع خودشون رو کردن. مهران متهم ردیف یک، محمود متهم ردیف دو، مسعود متهم ردیف سه، تقی متهم ردیف چهار، محسن متهم ردیف پنج و احمد متهم ردیف شش. حالا جعفر متهم ردیف هفت بلند شید و آخرین دفاع خودتون رو بکنید و قسم بخورید که دروغ نگید. گفتم آخرین دفاع خودتون رو بکنید و قسم بخورید که دروغ نگید. جناب آقای رئیس، من به خدا قسم میخورم که در تمام مدت عمرم قسم دروغ نخوردم و حالا قسم میخورم که هر چی میگم راست و حسینی باشه. شاکرتون از روزی که یادم میاد پدر نداشتم، یعنی هم چی میگم که پدرم مرحوم شده بود، من بودم و مرحوم خدا بیامرز مادرم. درسته که ما خانواده فقیری بودیم، اما هیچ وقت دست گدایی به طرف کسی دراز نکردیم. همیشه مادرم سعی میکرد از راه شرافت منزونه یه لقمه نون پیدا کنه و صرف تربیت و بزرگ کردن من کنه. بلای رئیس، مادرم رخشویی و کلفتی و از این جور کارا میکرد، ما درس میخوندیم، ولی روزگار نخواست که ما مثل بچه های دیگه درسمون رو تموم کنیم، دکتری بشیم، مهندسی بشیم و بالاتر از همه بتونیم به مردم وطنمون خدمتی کنیم. آقای رئیس دادگاه، جناب آقای دادستان محترم، مردم، من به وجدانم، به شرافتم قسم میخورم که جنایتکار نیستم. همونطور که گفتم، بعد از مرگ مادرم ما تو این دنیا تنها موندیم، مجبور شدیم بریم کارگری کنیم و زحمت بکشیم، یعنی همچی عرض کنم که جون میکندیم تا بتونیم خرج خودمون رو در بیاریم و محتاج خلق خدا نشیم. یواش یواش بزرگ شدیم، همچین که رفت پیازمون ریشه کنه گیر یک عده از خدا بی خبر افتادیم که ما رو بدبخت بدبخت اون کردن، با حق بازی و شارلاتانی کاری کردن که هست نیست خودمون رو دست دادیم. اونا مادر فساد. سوختم. ما که خیلی وقت با اجازه همه دیگه نیستم. قربون شما. کجا جعفر آقا؟ حالا بشین. نه فتنه خانوم، یه گیلاس بریزیم. هواش داشته باش. جولی چته؟ تو که اهل گدا بازی نبودی؟ بشین بازی تو بکن. نه، نه فتنه خانم، من تمام زندگیمو تو این قمارخونه باختم، تعبساتم هم همین یه بیست تومانی و بس. جیگر جون، بشین قمار تو بزن، امان از اون وقتی که ورق برگرده. از کجا معلوم که با هم یک دست برد با تو نباشه؟ نه خانم جون، بایز مرخص میشم، فردا میام. جعفر آقا چه کسل شدی؟ خودم حالتو جا میارم. آهای زره، زره، بیا این شانسه به سر از کسلی درش بیا. زره، با تو جعفر آقا جون، راحت نباش،
حالا خودم میام رو به راست میکنم. وقتی پکر هستی پشین بکر بزن، وقتی که خوب پختی پشین و جر بزن. تو بازی رامی بیا رامت کنم، وقتی که خوب پختی بیا خامت کنم. وقتی جونم شدی به من به خوشی میدم، وقتی جونم شدی به من به خوشی میدم. که سورا و زدی از خوشی شیپور بزن. مثل کبوتر باشو پشتت و بارو بزن، بکر اگر میزنی با مرد حالو بزن. دکل و زمین افتادی دکل و داری سورا بزن، وقتی که سورا و زدی از خوشی شیپور بزن. مثل کبوتر پاشو پشتک و بارو بزن، که اگر میزنی با مرد حالو بزن. با دل مکن توی نازی، منم خریداره که شوخ و تنازی. هر کسی بینم روزه دیگاه تو را بخشم، چون نکند میل تماشای تو را بخشم. وقتی پسر هستی بشین بکر بزن، وقتی که خوب باختی بشین و جر بزن. تو بازی رامی بیا رامت کنم، وقتی که خوب باختی بیا خامت کنم. وقتی جونم شدی کتم هم روش خوندم. چیستی که تو شد؟ نفهمیدم ضعیفه تو اینجا باستی ندا میرسونی؟ خب میبینی جونم چیشی رو ندا میرسونم؟ من یه ایشی تو اون نمیدم. شما تقلب میکنی، تمام زندگی رو با تقلب بردیم. بلش رو میرم کجا؟ کارگری کردم، زحمت کشیدم، شب روز فعالیت کردم و از خدای خودم خواستم که از سر تقصیر آن بگذره و وسیله‌ای فراهم کنه تا من بتونم یک کار آبرومندانه‌ای داشته باشم که پیش سر و همسر خجالت زده و شرمسار نشد. اتفاقا همینطورم شد. خدا نخواست که آبروی بنده پشیمونشو بریزه. لطفش شامل حالم شد و روز به روز کارم ترقی کرد، وسعت پیدا کرد، درآمدم زیاد شد. گوش رو ببینم، گرفتاری میذار آدم به کارش برسه. من هیچ یادم نبود از آنچه که حاج مهدی برمیگرده و آبروم میره. باید بدونم نداداش بود اینو بذار حساب من. بودو جعفر آقا اگه پول مول کم داری حاجت حاضره، هرچی میخوای تقدیم کنم. زنده باشی، الحمدلله تسخر دوستان، خدا خودش میرسونه. خیلی ممنون، قربون شما. شوخی کردم، میدونم ماشاءالله خیلی پول داره، خدا بیشترت بده. قربون شما، فعلا ماشین ما حاضره. آره قربون، برو تو گاراژ درستش کردن تحویل بگیر. ممنونم خدا قربون تو. جعفر آقا این دنده‌هاش کچل شده، اما میشه یه جوری درستش کرده سوارش کنی؟ چی چی یه جوری درستش کنی سوارش کنی؟ دید یه ناشون که بذار روش اون کهنش هم نگه را بدیم به صاحبش که بدون عوضش کردیم. بابا جون صد دفعه بهتون گفتم که کار مردم رو سنبل نکنی. علی یه ناشو بهش بده تو کارتش هم بینیمیست.
بسر این سیماش چرا هم ریختی؟ آخه جعفر آقا، جعبه تقسیمش مثل اینکه ناجوره. چی رو ناجوره بابا؟ تو داری روده پوده ماشین رو باهاره بیرون میکشی؟ نگاه کن. آخه بابا، این مردمی که مالشون رو دستما میسپرن میرن، رو اطمینونی که این دستگاه دارن. نگاه کن، وقتی مردم به ما اطمینان میکنن که نباید سرشون کلا بذارین. شما که پیش من کار میکنین، نباید خودتون رو به سنبکاری عادت بدین. یاله بگی بینم، پیشش صف کن. آچار به رادیات نخوره. خب جعفر آقا جون، داداش ماشین ما درست شد. خب راضی شدی؟ ما چای ناراضی بودیم، میخواستم یه خواهش ازت بفرم. حالا که شما رو ماشین ما اینقدر زحمت کشیدیم، یا امشب بریم یه خورده با هم بگردیم. قربون تو، ما باید اینجا باشیم، خیلی کار داریم، انشالله یه وقت دیگه میریم. جون تو نمیشه جعفر آقا، همین امشب ما باز در خدمتت باشیم. بابا بیا بریم یه هوایی بخوریم. بفرمایید جعفر آقا، شما که از سر شب تا حالا هر جا رفتی مشروب نخوردین، لااقل بفرمایید اینجا یه جای دنجیه. بفرمایید تازه باز شده. ما چاکر تیم آقا، امشب شما رو خیلی زحمت دادیم، اگر اجازه بدید مرخص شم. نه بجون شما، مگه میشه؟ اینجا پاتوق رفقاست. بفرمایید پیه بشید. آخه نداره بجون شما. بفرمایید بفرمایید. سلام. بفرمایید جعفر آقا، ببین چه دنیاییه. داشم من دیگه از این دنیاها بدم میاد. اجازه بده مرخص شم. بازم که تعارف میکنی، بفرمایید یه چیزی میل کن تا من رفقا رو ببینم و بعد با هم دیگه میریم. با ما ندار باش جعفر آقا. خواهش میکنم بفرمایید. من چند دقیقه اینجا میشینم تا شما به کارت برسید. خیلی خوب، من الان میام. خونه هاش مهرم، شکارت پیدا شده. این همون جعفره نیه؟ آره، همون جعفره، اما اونه دیگه جعفر آقا حسابی پولدار شده. مهرم، این دفعه دیگه نوبت توه. دری، تو هم سرگرمش کن تا من این بازی می تموم کنم. خیلی خب، خودم بلدم چیکار کنم. آره جنگه دری کنه. پوندی؟ 500 تومن. اون بر خودم؟ نه، یه چی دیگه. ببر نیشان، من که دیگه پول ندارم. جعفر آقا جون، چی میل داری واسه بیارم؟ مشروب فرنگی میخوری؟ قرون تو، ما اهل مشروب ایرونیش هم نیستیم، چه برسی فرنگیش. میدونی، من اهل اینجور جاها نیستم، خاطره خیلی بدی هم از این محله و مردمونش دارم. اجازه بدیم من مرخص شم، شما میخوایی باشی باش؟ بشون جعفر آقا، تا یه چیزی نخوری نمیذارم بری، باید یه چیزی حتما بخوری. ما رو دفت نمیداد. وای به حالتون. خانم بی خیالتون، پاک راحت بشه. موبایلشون کاری نکنه که زنش بهتون شرط ببره. دیگه بعد از 40 سال جدایی یعنی شب جمعه رو گم میکنیم. دوست باشیم منتظرم. بابا
ما رو دست ننداز. بذار نگاه کنی. ما رو تو حواس ننداز. بذار نگاه کنی. پیشونی تو چین ننداز. بذار نگاه کنی. رومون رو زمین ننداز. بذار نگاه کنی. بابا ما رو دست ننداز. بذار نگاه کنی. ما رو تو حواس ننداز. بذار نگاه کنی. پیشونی تو چین ننداز. بذار نگاه کنی. رومون رو زمین ننداز. بذار نگاه کنی. خب بینم چقدر خوندی؟ 800 تومن. این آخرین پول من. برو برای خودت. رو کن. 18. من 20. ما داشتم این آسینه تو مثل کیسه مارگیری اماله هست. حالا نمیشه به جای یه در و یه صورت در بیاری؟ جعفر خوش شما چه ناراحتی؟ اینا دارن با هم ندار بازی میکنن. چی رو ندار بازی میکنی؟ شما تمام سرمایه و دار و ندار من ازم با این حقه بازی ها گرفتین. دیگه دیماری برام باقی نمونده. نفهمیدم تو هر روز اولم چیزی نداشتی اومدی قمار کردی. شما که قمار بلد نیستین. تا یک قدم یه بازی فوری میگین تمام زندگیمونه باخته. یالا اون هزار تومانی که دستی گرفتی از کامیا زودتر هم گره گام کن. کدوم هزار تومان؟ شما ها با حقه بازی تمام سرمایه من که 5000 تومان بود اصلا بردین. حالا طلبکارم شدین؟ بی رحمای خدا نشناس. عفو خون بگی چرا جر میزنی؟ چی رو جر میزنم؟ دیگه چیزی برام باقی نمونده. برم کنی. گفتم پول منو بهم بدین. پولتو میخواد. اینم قش میکنه. بگی این خدا نشناسه چی کار دارن میکنن؟ اون این بیچاره رو بردن کدکش هم میزنن؟ بلشون کن جعفر آقا، به ما چه هر کاری میخوام بکنم. چی به ما چه؟ همین ناکیسا یه روزی هم همین بلا رو سر من در آوردن. برو که نری میزنی با شما فرد. سلام عرض میکنم. ببخشید شما خانم احمد آقا هستی؟ با من چیکار داشتی؟ عرض کنم که خانم، البته خبر بدی. ناراحت نشید. احمد آقا با ماشین تصادف کرده، روحش مریض کنه. حالا ما رو فرستاده که حتما یه ذره براش پول ببره. شما رو به خدا بگی شوهرم چطور شده؟ بگی. او ناراحت نشید خانم. الان تو مریضخونه خوابیده. باید بهش خون تزریق کنم. فقط هر چه میتونی پول بیشتری بدین تا ما براش ببریم. خدایا دیدی چه بلایی سرم اومد. ناراحت نشید خانوم، فقط هر چه میتونی پول بیشتری براش بدین. خدا کنه طوری نشه، پول که هیچی واسش میده. بگیری. اما نه، یه دقیقه صبر کنید، منم با هاتون میام. خب بریم، منو ببرین پیش شوهرم، خواهش میکنم. خیلی بچه. خب جوون، تو که میگی درس خوندی و سواد داری، چرا اینجور جاها میاد؟ والا برای امثال شما جوونا باید قیم بگیرن. بدونین آقا، من اومده بودم تهران که یه کاری پیدا بکنم. دنبال کار میگشتم، گیر این بیرحمه افتادم. چه کاری؟ نه، هیچ ازت خوشم نیومد. آخه بابا جون، آدمی مثل تو باید فهم و شعور داشته باشه. خب دیگه، هر چی بود گذشت. آدم بعضی وقتا اشتباه میکنه. میدونه جون، آدم باید تو این محیط خیلی دست به اصلا را بره که کسی کلاهشو بلند نکنه. فعلا من میخوام برم شمرون یه کاری دارم. خونت کجاست؟ بیا حالا برسونمت. خیلی از شما ممنونم، چون خونم همین نزدیکیه. راضی به زحمت شما نیستم. امشب خیلی به من خدمت کردی. معلومه که آدم خوبی هستی. حالا میخوام خواهش کنم اگه میشه یه کاری واسم پیدا کنی. کار؟ بیا. این نشونی منه. بله.
من معمولا صبح تا ساعت 8 خونم، بعدش هم میرم تعمیرگاه. آدرس تعمیرگاه هم روی این کارت نوشته. بیا پیشم، شاید بتونم یه کاری برات دست پا کنم. خیلی از تو متشکرم، مرسی. قربونت. خدا خدا. چرا به خدا مگه این مریض خونه کجاست؟ شما که داری منو میبریم بیرونشم. یه خود طاقت توی خانم جون، مگه قراره تمام مریض خونه تو شهر میشه؟ آقای شما رو به خدا رحم کنین، منو داری کجا میبری؟ آی مردم خودت. همشیره، پاشو بینم، انشالله که طوری نشدی، میگه نشدی، پاشو بری سونت مریض خونه، پاشو، الان میارم دکتر، چیزی نیست، پاشو، ها؟ انشالله که طوری نشدی، زخمی که نشدی. بفرمی شما رو برسونم منزل. بفرمی تعارف نکنی. بفرمی خودم میرم. میده خودتونه، از اینجا تا شهر کلی راهه. ما گفته باشیم خودتون میدونی. من که از اول گفتم بفرمایید شما رو برسونم. بفرمایید. هفت که اون نالوتیا فرار کردن، والله حقشون رو کف دستون می‌ذاشتم. بفرمایید بالا. تعارف نکنید. بفرمایید.
بفرمایید پیاده شید. بفرمایید خواهش می‌کنم. اینجا کجا؟ نه ترسی خانم، اینجا منزل منه. منزل شما؟ بله. من نمیام آقا. عجب مکافاتی گیر کردیم خانم. پس کجا ببرمه؟ مسافرخونه‌ت که بلد نیستی. کلانتری هم که نمیای. پس من چیکار کنم؟ آخه من نمیتونم بیام. تو رو خدا بهم کمک کن. من غریبم آقا. آخه چجوری بیام خونه شما؟ بر شیطون لعنت. خانم جون پس من چیکار کنم؟ پس اجازه بدیم برم یه پتو بیارم همین تو ماشین بخوابیم. تو رو خدا آقا نه. من میترسم تو ماشین تنهایی بخوابم. پس بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خیالتون خانم راحت باشه. اینجا راحت این. بفرمایید خواهش می‌کنم. منزل خودتونه. ممنون. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. راحت باشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. آخه بازم تو دودنی؟ اینجا منزل منه. بفرمایید. من اینجا با یه پیرمردی زندگی میکنم که جای پدر منه. بله. حالا با شما آشناش میکنم. آی عمو رجب. عمو رجب. نه خیر، باز مثل همیشه خواب جان. اینم مونس تنهایی منه. بفرمایید بالا. بفرمایید. اینم اتاق خواب منه. امشب شما اینجا میخوابید. بفرمایید. اینم اتاق خواب شما. آخه پس شما چی؟ ناراحت نباشید. اجازه بفرمایید. من میرم اتاق دیگه ای میخوابم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. شب بخیر. شب بخیر. ببخشید. برای اینکه خیالتون ناراحت نباشه میتونید در از داخل ببندید. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. جعفر آقا چرا در رو بستید؟ با شما؟ جعفر آقا در رو بستید؟ من میرم خانم چی باشم؟ میدونی نراحت نشینم. لا اله چرا حالتون به همچون؟ خدایا همه رو به راه راست هدایت کن. چشم ببینم خونه جعفر آقا. بله و اینا تو این خونه از این خبرها نبود. بزنی کمکش. نه شما زحمت نکشی من خودم جمع میکنم. اینم از آقا باری کلا جعفر. آفرین جعفر آقا. بله چشمم روشن. عمو رجب باریکلا جعفر آقا. من که تو این خونه دیگه نمیشم. اگه سرتاپامو جواهر بریزن دیگه نمیشم. عمو رجب کجایی؟ عمو رجب اینا چیه؟ عمو رجب باز چه دست گلی به آب دادی؟ اینا چی بود؟ چی کسی؟ عمو رجب کجایی عمو رجب؟ کجا رفته؟ معلوم نیست. عمو رجب کجایی؟ بابا دو ست داد میکنم. چی شده باز ترش کردی؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ حالا فهمیدم چرا هرچی با آقا اصرار میکنم زن بگیر شونه خالی میکنه. نگو که آقا هم بله. یه خود طاقت بیار. طاقت بیار؟ نه دیگه تموم شد. تو این خونه یا جای منه یا جای اینجور زنا. چرا اینقدر میواری؟ گوش کن پیری، این دختره به ما ربطی نداره. پیش ما امونته. امونته؟ آره. گوش کن،
همون که گفتم این امونته، باید برسه به دست صاحبه. اینقدر دروغ نگو پسر جون. جون عمو خدا نیامرزه من اگه بخوام بهت دروغ بگم. من که باور نمیکنم. جون من راست میگی. آره جون تو. آره تو میری. گوش کن. حالا برو این بختی بندی به سر جاش، بعد یه صابون حسابی درست کن بعد بیار تا بعد برای تحریم. خیلی خوب همین الان. اما نگاه کن وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. نفهمیدم ما و کلک ای شیطون. برو جونم این. کیارجی کجا؟ ببخشین آقا من خیلی باعث زحمت شما. چه زحمتی؟ اجازه بدین برم. آخه میخوام شوهرم رو پیدا کنم. مگه شما شوهرم داری؟ بله ما تازه اومدیم تهران. خواهر جون پس چرا دیشب نگفتی؟ حالا بیا برو ناشتایی که بخور، من هر طور شده میرم شوهرتو پیدا میکنم. عمو رجب، عمو رجب، این صابونه رو زودتر بیار. بفرمید خواهشون، بفرمید. بفرمید تعارف نکنید، بفرمید. عجب عجب خردوبازایی بودن. دیدی چی به سر خانم اومد؟ اگه میدونستم یه خودم دنبالشون میرفتم یه نمره ماشینشون رو برمیداشتم نمیذاشتم ببرمش. دیگه عقلم به جایی نمیرسه. حالا چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم. کجا دیگه دنبالش برم نمیدونم. خدای خودت بخیر بگذار. دیدی گیر چه بدبختی افتادم؟ اومدم تهران کار پیدا بکنم، گرفتار یه مشت مردم بی شرم و خدا نشناس و از خدا بی خبر شدم. حالا جواب فامیل خودم و این دختره رو چی بده؟ خدایا خودت به من اومده معلوم دخت کن. من میرم الان میگردم. خب گفتی مسافرخونه شیراز؟ بله. آخه چطور نمیدونی تو کدوم خیابونه؟ الو خانم ببخشید لطفا شماره تلفن مسافرخونه شیراز رو من بدید. متشکرم. بله چی نداره؟ مرسی متشکرم. بفرمایید چایتون سرد میشه. خب شما مشغول بشین، من هر طور شدی میرم پیداش میکنم. بفرمایید. خدا عمرتون بده. آخه شما صابونتون هم نخوردید، یه لقمه بخورید بعد بره. نه جون شما، تا شوهرتو پیداش نکنم هیچی از گلون پایین نمیره. شما خودتون ناراحت نکنید، من قول میدم تا سه ساعت دیگه دست شوهرتون رو بذارم تو دست شما. خدا حافظ. ای راستی از اینجا بیرون نرینا. خدا حافظ. خدا. میشناستم تمام زندگیشو وقف مردم کرده. خیالت راحت راحت باشه، اگه زیر سنگم شده باشه شوهرتو پیداش میکنه و میاره. تو بذار ببینم کیه زنگ میزنه. اومدم بابا اومدم. سلام. سلام بابا. کاری داشتی؟ منزل جعفر آقا اینجاست. بله یه ساعت پیش رفته بیرون. چی داشتی؟ والا با من قرار گذاشته بود امروز بیام پیشش. رفته بیرون ممکنه برگرده. بفرمایید بفرمایید تو. ممکنه مزاحم بشه. نه اختیار داریم. بفرمایید الان میام. بفرمایید.
با هم قراری گذاشته بودیم. من یک گرفتاری داشتم، گفته بود بیام بهم کمک. همیشه کارش خدمت به مردمه. البته به شما هم کمک میکنه. حالا بفرمایین بالا رفت. من بیشینین تمام برم یک چایی بیادم. خیلی متشکرم، زحمت نکشین. خیالم خیلی ناراحت. چرا؟ پسرم، چرا ناراحت؟ اتفاقی برام افتاده. چه اتفاقی؟ این نمیتونم. این براتون انجام میدم. احمد! هرگی، تو اینجا چی کار میکنی؟ خدای شکرت، پیدات کردم دوباره. نمیفهمی. تو از کجا آدرس جعفر رو پیدا کردی؟ تو خونه این مردم چی کار میکنی؟ آخ، دارم دیوونه میم، دیوونه! بوش کن احمد، بوش کن. دیشب دو نفر اومدن به من گفتن تو رفتی زیر ماشین پول لازم بود. منم هرچی داشتم و نداشتم برداشتم دنبالشون رفتم. یه وقتی دیدم دارن میبرنم بیرون شهر، دادی بیدار کردن، جعفر آقا به دادم رسید و نجاتم داد. خیلی خوب، تو رو نجات داد. اما چرا آوردت خونه؟ چرا مسافر خونه نیوردت؟ من گیج بودم، بی حال بودم، اینقدر دست پامو گم کرده بودم که اسم مسافر خونم یادم رفته بود. نمیفهمم، نمیفهمم، دیگه گیج شدم. بله، نبایدم بفهمی. آقا کسی که زنشو تو ولایت قریب تر که تنها بیزاره و میره باید هم از این بحثه بشه. نه، آخر منم باید بفهمم که آقا تا نصف شبی کجا بودم. کجا بودم؟ گیری یه کلاهبردار و قمارباز افتاده بودم. گیری یه عده مردم از خدا بی خبر که نزدیک بود تا سرمایه‌ام از دست همه کردم. بازم جعفر آقا که من دیگه یه دقم توی شهر با نمیستم، برمیگردم شیراز. هرچی باشه شهر خودمونه، باز یه لقمه نون خالی پیدا میشه. از این شهر خراب شده بهتره. خردی، صبر کن. همون جعفر آقا که دیشب تو رو نجات داده به من گفته بیام اینجا، شاید بتونی یه کاری برام پیدا بکنی. بتونه یا نتونه دیگه اینجا نمیمونم، برمیگردم شیراز. گوش کن پروین، آخه من با چه رویی برگردم شیراز؟ مردم به من میخندن. مردم هر کاری میکنه بکنن، من میرم، تو نمیای. نیا. نه، گوش کن، من نمیتونم تو هستان چه نه، بسی بناش، نه، تو خونه من برام، تو برام 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 پس چرا زودتر نگفتی؟ خیلی معذرت میخوام. احمد آقا، ما خیال کردیم شما نظر بدی به این همشیره ایمون. خیلی معذرت میخوام. بفرمی توی چیزی میل کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمی. خیلی متشکرم، همینی که موادی کافی بود. خیلی معذرت میخوام، اشتباه شد. بفرمی، خواهش میکنم، معذرت میخوام. بفرمی، معذرت میخوام، ببخشید. خواهش میکنم، بفرمی. خوب، تو که اومدی تهرون کار پیدا کنی، چرا اول زنت آوردی؟ بفرمی، خواهش میکنم، یه چیزی میل کنید. میبینی جعفر آقا چه مرد نازنینیه؟ اول خودت میومدی یه کاری، زندگی، خونه، چیزی پیدا میکردی، بعدن میرفتی دنبال اهل و عیال. خب دیگه کاریست گذشته جعفر آقا. اب نداره. آقا منم میگم ضرر رو از هر جش بگیری منفعت، بازم بهتره برگردیم جیراز. هر چی باشه شهر خودمونه. احمد آقا، همشیره درست میگه. آخه من تو شیراز به همه گفتم میرم تهرون، کاروبارم خوب میشه، حالا با چه روی برگردم اونجا؟ جعفر آقا، من که نمیتونم خوبیای شما رو جبران بکنم. خدا خودش عوضتونو بده. تشکر میکنم. حالا هم خواهش میکنم یه کمکی به من بکنی. من هر کاری از دستم برگیاد کوتاهی نمیکنم، اما بگید ببینم چه کاری میتونم برای شما انجام بدم. چه کاری بلدی؟ هر کاری باشه برای من فرق نمیکنه. والا من حرفی ندارم، اما یه شرطی دارم که باید قبول کنی. حاضرم هر شرطی داشته باشین قبول کنم. ببین رفیق، باید من قول بدی که دیگه دنبال قماربازی و عرق‌خوری و اینجور کارا نری. اگه شرط منو قبول داری، ما اینجا اتاق زیادی داریم، بیایید همینجا منزل کنیم. فعلا شما از فردا به تعمیرگاه من، اونجا به حساب کتابای من برسید. خب حالا قبول داری یا نه؟ بله، قول میدم که دیگه به قمارخونه ها نرم. پس دست بده که دیگه به قمارخونه نرم. بچه سلام. سلام حسین جون، چه خبر ها؟ تازه چی داری؟ از جعفر آقا چه خبر؟ والا قابل عرض نیست، اما یه کشف خیلی خوبی کرده. جعفر آقا احمد و زنشو برده تو خونش، بهشون اتاق داره. خب بعد؟ بعدش هم احمد برده تو تعمیرگاهش، همه کاره خودش کرده. لا اله بابا، این جعفر آقا بعد جوری خارستر راه ما شده و مزاحم میشه. هر طرف که میچرخیم سبز میشه و تمام نقشه ما رو به هم میزنه.
خب جونی، این از بی ارزگی بر بچه ها؟ اصلا شما ها لیاقت نداری؟ آخه ده بیست و مرد، ناسلامتی، چطور نمیتونن یک نفر از بین ببرن؟ جعفر آقا که هیچ، اگه دیو سفیدم باشی من مثل برمونش میکنم. از تو همین انتظارم داشتم. باز یه نقشه کشید که گفتی جعفر آقا احمد و زنش رو برده خونش و اتاق بهشون داده. خود احمدم برده تعمیرگاهش رو همه کارش کرده. فتنه بچری رفتی تو فکر. مهران من یه فکر کردم. چه فکری؟ بعدا میفهم. محمود بیا اینجا. بله بفرم. بفرم مستشار این صورت حساب ماشین شماست، لطفا 84 تومن مرمت کنید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. چهار تومن دیگه؟ بفرمایید. خیلی متشکرم، مرسی. بفرمایید، این هست. خوربان، خوربان شما. خوش اومدی، مشرف فرمودی. احمد آقا جون، دلم میخواد این چند روزه که جعفر آقا رفته مشهد اینجا رو یه جوری ادارش کنیم که وقتی برمیگرده دیگه عیب و ایرادی تو کارمون پیدا نشه که خدا نکرده دلخور شه. خیالت راحت باشه، تو اینجاها رو تمیزش بکن. چطوره؟ از مروت شما چه عجب از این برا؟ احتیاط داری، من که جای چهاره بلد نبود. تو اینجا؟ بله اینجا کار میکنم. تبریک، تبریک میگم. میخواستم این ماشین یه نگاهیش بکنم. والا خود جعفر آقا که نیست رفته مشهد، اما چشم الان میگم آقای شایگان یه نگاهی به این ماشین بکنم. پس تو اینجا همه کاره ای ها؟ اقلا پیش جعفر آقا واسطه بشو، شاید دست پای ما رو اینجا بند کنی و از این بدبختی نجاتمون بدی. ای به چشم، جعفر آقا که هم مسافرت برگشت باش صحبت می کنم. سلام علیکم دیگه. اون شبی که تو بودی و دعوا مرافعه شد دیگه پامو که اونجا نذاشتم، هیچ دور اینجور کارا هم قلم کشیدم. اتفاقا منم دیگه دور اینجور کارا که نمیرم، هیچ هفت پشتم هم غلط میکنه از این کارا بکنه. بازم خدا بهم رحم کرد که جعفر آقا رسید و نجاتم داد و الا فنا شده بودم. جدنم کار خوبی کردی، من از اونا دل پری دارم. واسه که این ماشین کارشی میکنه ای کار نداریم بریم بیرون یه آبجوی با هم بزنیم. مرسی، من دیگه لب به مشروب نمیزنم. مشروبه که آدم از را به در میکنه. بابا جون دو تی گلاس آبجو که مشروبی؟ خاطر با رفیقت میخوری؟ نه اصرار نکن، من کار دارم. بعدی بریم. خب من دیگه باید برم، تعمیرگاه کسی نیست. کجا بابا، تازه الان اومدی؟ آخه میدونی که جعفر آقا رفته مسافرت، تعمیرگاهشم سپرده دست من، منم تا نباشم که کارگرها خوب کار نمی کنن. اینی که خیلی کار دارم، حتما باز برم. گذشته از اون، یه وقتی که میبینه اون به جعفر آقا میگه اجازه بده ما بریم. اولا به داشت کار مال سرک داره. جاف من اگه به جعفر آقا گفتم بگم من دو تا گشتگی میمیری، اون وقتش هم میخواییم بریم یه خود هوا بخوریم. هم بستو یه نیم باد دیگه اما بده. دون من اصرار نکن، دوست ندارم جعفر آقا ازم دل خورده. میدونی اون خیلی به گردن من پمپ داره، خیلی هم آدم خدا پرستی برش میمان. بسلمتی بیا تو. بابا اینجا کجاست ما رو آوردی؟ تو هم که مثل دختر بچه ها میونه، چرا میترسی؟ اینجا خونه یک رفقا است، بریم چند دقیقه گلوی چرب کنیم و برمیگردیم. بابا تو گفتی میریم هواخوری کنیم. و برات داشته بریم. ما رو آوردی اینجا کجاست برمیگردیم. Ha ha.
کرمات بوده بفرمید منظر خودتون بفرمید بفرمید بفرمو بیشی رومی بفا گردت نگیره ببینم که تو اینجا صابخونه همچی میگم و بفرمو بیشین تا بگم یه چیزی برات بیاره بخاری بیشین حالا چرا قد میخند؟ شمایی؟ ببین خود شمایی؟ خودتونی؟ آره اینجا منزل شما؟ میگم پس این محمود آقا چرا؟ پس این زهدادی نشه جونی؟ خب حالا ببینم چی میخورم؟ چی نمیخورم؟ متشکرم. نه باید بخورم. نه نمیتونم باور کنین سرشفتالو خیلی خوردم. گوش کنین ببینین به خودم میل ندارم. میدونی از اون شبی که تو رفتی یعنی خواب راحت نداشتم، همش تو فکر تو بودم، اینقدر دنبالت گشتم، اینقدر سراغ تو از اینون گرفتم، اینکه تو پیدا کردم. خیلی متشکرم. اما جونی وقت یاد نکنم اتفاق تو اون شب افتاد تقصیر من بودا، به جون تو من گناهی نداشتم. نه من همچی فکر نمی کنم. گلاسو بخور. نه به اندازه خوردم مرسی. نه جون من بخور. نه متشکرم. نه میگم جون من بخور. بچه یه ساعتم به مرمو داری که الان محمود ازت خوشم اومد خوب وظیفت انجام دادی. حالا ببینیم فتنه خانم چی کار میکنه. فتنه تمام ما درست چه بهتره با اون زبانی که داره ما رو از سراخش میکشه. نمیدونی چقدر دلم واسه تنگ شده بود اگه امروز نمیمادی از قصه دست میکرد. براو به به سلام احمد. چه عجب از این برا حالت چطوره؟ شنیدم کاروبارت خوب شده و همه کاره جعفر آقا شدی. بله جعفر آقا به من لطف شده. این حرفا چی احمد جو؟ این از شانس خودته. آدم اگه شانس داشته باشه وقتی جعفر آقا نمیتونی کاری بکنه. منم عقیدم اینه که شما شانس دارید. اومدم بابا.
سلام جعفر زیارت قبول منتظرت نبودیم چه تو شد اونقدر زود تشریف آوردیم راستش بخوای هوای مشهد خیلی سرد بود طاقت نیاوردم این بود که اومدم خوب کردی خب احمد آقا اینا چطورن سلام علیکم سلام آبجی احوالت چطوره حالت خوبه سلامت باشی خیلی ممنون احمد آقا کجا هنوز نیومده شاید تو تعمیرگاه کاری داشته بچه خیلی خوبیه من ازش راضیم خب آبجی حال خودت چطوره خوبی؟ از زندگی که راضی هستی؟ خب سلامتی خیلی خوبه مبارک اتاقت مبارک سلامتی جعفر آقا من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم اجازه بده یه چای براتون بریزم میل کنم دست درد نکنه من نمیخورم خودت بخور ببینم راستی عمل نمیدونم والا هر شبی وقت اومده ناراحت نشو حتما تو کارخونه یه کار فوری به تورش خورده خب من خستم میرم بخوابم خداحافظ جعفر آقا یه چایی میخورم سلام عمل آقا خدا نسا پشته بدم جعفر آقا از مشهد تشریف آورده نه والا سلام جعفر آقا زیارت قبول سلام جوون رعنا چرا اینقدر دیر اومدی خونه کار داشت به حسابا رسیدگی میکردم دست فنجه درد نکنه باری کرد خب فعلا من میرم بخوابم من خسته برو استراحت کن شب بخیر شب بخیر بابا اینا چجوریه؟ نسی بود با هم بشکنه ایمینه نه شبا شیان آی مثل خود من دنم آلو پشم شمه بودا شروع کردیم به مطلب گفتن گونه هاش لفته لباسش عوض کنیم خوش گذشت کجا بردیش نکنی گلو پیشش گیر کرده باشه ما که غریبه نیستیم فتنه خانه شما که من خوب میشنسیم از این جور دلو ندارم که دست هر کسی بدم اما خیلی جاها بردمش نمیدونی چه جوون خوبیه اگر ریگی به کف شدی چرا انقدر واسش دلسوزی میکنی من میگم تو از جعفر آقا دل پوری داری آخه این حیوانی که گناهی نکرده وان گهی اگه حاجی ساربونه میدونی شطور کجا بخوابونه من میرم شما هم برید بعدا میفهم این چیکار میخوام بکنم بفرمید بریم بچه بریم کمک کن از سواری بذاریم تو ماشین خیلی اول این را کنم تو سب کن بزن ما میکنم هم درست Thank you.
منو مزاره بیرم. من خیلی دلم میخواد پیشو خیلی خودی باش حرف بزنیم نصیحتش کن. قصه نخور همشیره، بازم خورده به تورون حقه بازا. جعفرا ما به شما خیلی زحمت دادیم، من که دیگه فال روم نمیشه تو روی شما نگاه بکن. این حرفا چی آبجی؟ تو مثل خواهر من میمونی، خودتو ناراحت نکن. من اهلش میکنم، رامش میکنم، جمعونه. والا کسی که زن به این خوبی داره خب الحمدلله کاربارش هم که بد نیست، دیگه چی میخواد؟ خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. امیدوارم خیلی از جوونیتون ببین. خب آقا زده سلام عرض میکنم. بفرمید آقا از صبح تا حالا کجا تشتشتن؟ با بچه ها رفته بودیم آبایی. آها خوش گذشت؟ نفهمیدم، مگه ما حق نداریم یه روز به دلخواه خودمون زندگی بکنیم؟ چرا چرا، اما مثل این که توپت خیلی پره، ما از این قرارا با هم نداشتیم. درسته که تو هم باید یه تفریحی برای خودت داشته باشی، اما حالا زنت احتیاج بیشتری به مراقبت داره. آخه ناسلامتی تو به همین زودی پدر بشی. میخوام 70 سال سیانه شم. ببین جونم، این راهش نیست، تو خیلی عوض شدی، حالا حالت خوب نیست، برو بگیر استراحت کن. صبح سنگامونو با هم وا میکنی، فقط یه کاری کن که زنت ناراحت نشه. شب بشه. جب جعفر آقا این چه وضعیه؟ اینجا تازگی اصلا یه جور دیگه شده. گفته بودم روغن موتورم عوض کنم، روغن سوخته ریختم، گفتم گریس کاریش کنن، اصلا یه مثال گریس به هیچ جاش ندادم. خودتون قضاوت کنین، پولشم بیشتر از همین بود. آخه این چه وضعیه؟ عیبی نداره، یه رقیق صرف کنین. آی پسر بیا جیبینا. بله. کی روغن سوخته ریخت تو ماشین آقا؟ چرا ما شوشو گریستایی نکردی؟ چرا ما شوشو تعمیر نکردی؟ تو تعمیر برای من اینجور کارها کیم کارها میکنه؟ ما تقصیر نداریم، اینا همش کار احمد آقا. نه بایدم، چی احمد آقا؟ احمد آقا؟ خیلی معذرت میخوام، مخلص احمد اون احمد آقا. یه نگه تعمیر کنید، خودم برو باشی بیدم، الان برمی گردم. لا اله الا الله، بر شیطون لعنت. عمو رجب؟ بله آقا جون. این احمد آقا کجا رفته؟ والا نمیدونم، تازگی ها به طور کلی بعضش عوض شده، مثل اینکه اصلا سیماش قاطی شده. نفهمیدم، مگه تو مال این خرابکاری نیستی؟ چطور میدونی کجا رفته؟ من تو سر از کارش در نمیارم آقا جون. زود دور دنبالش بین، کدوم گوریه؟ بشم آقا جون. عجیبه. سلام. سلام. خب بفرمایید حضرت آقا حالا کجا تشتشتن؟ رفته بودم واسه اون دوجه یه دست موتور پیدا کنم. ببین آقا جون، مثل این که تو تازگی ها حواست درست سر جاش نیست. قرار ما این بود که تو با من رو راست و مردونه رفتار کنی. نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم چی بهت بگم. این چرفی جعفر آقا، من که هیچ کاری نکردم. نه، این حرفو تو کت من نمیری. تو تازگی ها عوض شدی، دل به کار نمیدی، هیچ وقت سر کارت نیستی، معلوم نیست چی کار میکنی. ببین همچین لپ بوسکنده هم بگو، کجا میری، کجا میاد؟ آخه پسر، ناسلامتی زنت قاب ماهه، تو الان باید بیشتر کار کنی، بیشتر زحمت بکشی. مگه اداره کردن یه خونه کار آسونی؟ نه جعفر آقا، جان خودم من دست از پا خطا نمی کنم، تو هیچ فکری هم نیستم. داداش دست از این حق بازیات بردار،
من خودم یه پا عقل کلم، خیال نکن چیزی سرم نمیشه. جعفر آقا به جان خودم دروغ نمیگم، باور کنین تو قصد هیچ کاری هم نیستم، باور کنین. بازم داره میگه. پس اینا چیه؟ با همه بازی و با منم بازی؟ به سر خجالت بکش، تو خیال میکنی من پشت پو اومدم؟ حالا نمیدونم، اینا از همون موقع اینجا مونده. آقا جون من خیلی چوب این زندگی رو خوردم، برای آخرین دفعه بهت میگم خوب گوشاتو وا کن. آدم باید دستشو به زانوش بگیر و بلند شه، باید حواس جمع کار و زندگی باشه، به کارت که نمیرسی، شبها که دیر میای خونه، اون زن بیچاره تا نصف شب تو خونه تنهاست، آخه میترسه، خدا رو خوش نمیاد. پس فردا مسئولیتت از این بیشتر میشه. زندگی اینقدر هم که تو فکر میکنی آسون نیست، آدم یه وظیفه تو زندگیش داره. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ بله میفهمم، من از روی شما خجالت میکشم. نمیخواد از من خجالت بکشی، یه کاری کن که بعد از این خجالت نکشی. من این تعمیرگاه رو با خونه دل درست کردم، حالا بعد به خاطر تو از روی همه مشتریام هم خجالت بکشم. همه مشتریام هم از من ناراضی هستن. جعفر آقا این دفعه رو ببخشین، قول میدم که دیگه شما از من ناراضی نشین. میخوام دیگه این چیزا رو نبینم، فهمیدی؟ بله بله فهمیدم. چشم، ایشین به کارات برس تا منم برم کسافتکاریای آقا رو درست کنم. یه ساعت پیش برای شما بودم بابا، دو ساعت نشده ما از هم جدا شدیم. بابا تو خیال میکنی من شوخی میکنم؟ تو که میدونی من هم دوست دارم، اما باید به کارام هم برسم. چی؟ نه الان خودم میام پیشت. نه نه فکر نجوم، اومدن تو به اینجا مایه آبروریزی میشه، اون وقت همه میفهمن. من خودم شب میام پیش تو. منتظرت همه؟ حتما بیایی؟ چشم 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 باشه. جون به کمی جلو بینم. بیا 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 بیا. خوب نمالی با آقا. اما رجب اینجا گوش کن ببین چی بهت میگم، مواظب این پسر احمد باش. بله. اگه از این در رفت بیرون دنبالش میری زاخسیاشو چوب میزنی. بله. مثل این که بازم دنبال همون عرواتا هر جا رفت سرگوش آب میدی، خبرش واسه من میاری. آره ده. میخوام آدمش کنم، فهمیدی یا نه؟ برو ببینم. این یک کارت دیگه. آه یک کارت دیگه. بابا با چی کار دارم؟ ببخشید آقا، با احمد آقا کار دارم. اون هست پیداش کردم. احمد آقا ببخشید. امور اجاب تو اینجا رو از کجایت گرفتی؟ بیا ببینم چی میگی. چی؟ بح کار زندگی تو ول کردی اومدی اینجا قمار میزنی؟ مگه تو برای جعفر آقا قسم نخورده بودی که دست به قمار نزنی؟ چرا؟ چرا امور اجاب؟ من اومدم اینجا یه کاری داشتم گیر افتادم. خواهش میکنم شما برو تا من کارم انجام بدم و بیام. اما خدا به خدا یه وقت جعفر آقا چیزی نگی. برو باریکلا بابا رو تو برم. بابا گلی به گوشه جمال. بابا نه این حرفا چیه داری میزنی؟ زنت داره سر زا میره، باز میخوای بشینی قمار بزنی؟ نه نه یه دقیقه صبر. چی شده جونی؟ چی شده؟ بچه ها باشید من بیبیتی خو گل بانو گل بانو، ایلونه یه خوشنگ خو گل بانو گل بانو، گل بانو 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 گل بانو، ای گل بانو گل بانو 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 گل بانو، ای گل بانو. Thank you.
دیگه. آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو چون سر بی نازی یاری شکر لب آن دم که آری پیمانی بر لب در پیش یاران با اعتباری چون شد که با ما کاری نداری تالوجی تو تالو گل بانو دیر آمدی این شب تیرا گل بانو ای فتنه جو ای فتنه خو گل بانو ای لوله ی خوش رنگ تو گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو بچه ها چه خبرتونه؟ امشب خیلی سرحالی احمد آقا خودتو به کجا زدی؟ نکنه سر جعفر آقا جونتو خوردی ها؟ چه حرفیه خانم اختیار داری خانم مگه نمیدونین آقا صاحب یه پسر شد بازم به سلامتی احمد و پسر احمد چون به تبریک میگم متشکرم صبر کنید بچه ها صبر کنید یاد یک ضرب المثل افتادن که میگه بار کسی دیگه بلند میکنه یا علیشو کسی دیگه میگه یعنی چی؟ ببخشید احمد آقا البته ما که نمیگیم فقط شنیدیم که میگن این بچه مال جعفر آقا خفه شو احمد بروش کن گفت که نیست کنی دیگه چه بینمت چیه؟ به حرفاش اعتنا نکن جونی دست کنی بچه میخوام یک چیز رو بگم میخوریم به سلامتی احمد آقا و پسره میخوریم به سلامتی احمد آقا و جعفر آقا و پسره سلام برم کاکل زرین برم نازور برم آبجی حالا دیگه چرا گریه میکنی؟ پسر رو به این خوشگلی داری؟ سرت رو باهاش گرم کن ماشالله ببین چه پیشونی بلندی داره بچه هم بزرگ میشه مدرسه میره درس میخونه آقای دکتر میشه مهندس میشه ماشالله هزار ماشالله از اون پیشونی بلندی که داره معلومه که آدم استخون داره ماشاءالله پسر قلبی سلام سلام کلمه برو ای برو جکی شیطون کچی رو دلاغ کنم جفر آقا بازم که ما رو خجالت دیدید این کاره چه ما که شرمنده شما هر چی این حرفا چی همشیره شما از خودمونی بین ما که این حرفا نباید بشه این بچه خواهرمه خب عمو رجب احمد آقا تعمیرگاه نبود؟ نه بازم اون محموده اومد عقبشو بردش همونجا به نظرم قرار یه سوری بهشون بده بله باید هم سور بده چرا که نده ماشالله پسر به این خوشگلی داره دیگه چی از خدا میخواد باید هم خوش بشه سلام جناب احمد آقا امیدوارم همیشه خوش باشی همیشه به گردش
سلام احمد. چطور باز اوقات تلخه؟ احمد جعفر آقا تو این اتاق چی میخواد؟ چرا دست از سر ما بر نمیداره؟ چرا هر وقت من وارد این خراب شده میشم؟ احمد یا آقا از اتاقم میره بیرون یا با زنم نشسته وراجی میکنه. آخه تو شش دوشنی برای بچه مون؟ میخوام 70 سال سیاه سر به تن این بچه نباشه که کسی برای چشم روشنی بیاره. آخه میدونی مردم به من چی میگن؟ من دیگه نمیتونم جایی سر در بیارم. همه به من بد نگاه میکنن. هر کی به هم میرسه به هم گوشه میکنه. همه میگن این بچه حروب زاده است. میفهمی؟ میگن این بچه مال جعفر آقا است. احمد مگه مستی خدای نکرده زده به سر دیوانه شدی؟ آره دیوانه شدم. از دست این زندگی عقلمو از دست دادم. به خاطر تو و این زن شدم دیوانه شدم. دیوانه شدم. آقا چه خبره انقدر شلوغ کردی؟ آخه این بیچاره ناراحت میشه. زن بچه 13 به جهنم که ناراحت میشه. من دیگه حوصله‌ام تموم شد. دیوانه شدم. همه به من میگن این بچه مال تو نیست. آخه تو چرا اینقدر به زن من محبت میکنی؟ یعنی چه؟ ببین احمد، به خاطر زنت به چیزی نمیگم. برو برو عقل داشته باش. دیگه عقلی برام نمونده. تو دیگه آبرویی برام نذاشتی. مردم میگن این بچه مال من نیست، مال تو. تو آبروی منو بردی. تو شرافت منو بچه دار کردی. بیره. نه نه، این کسی دیگه نیستم. کسی نمیتونه وصفه این موتر چیهان بچسبونه. من در تمام مدت عمرم چشم بد به ناموس کسی نداشتم. برو جهنم شو. این حیا جهنم شم؟ ولی جهنم میشم. ولی این بهشت برای شما دوتا میذارم. برای شما دو نفر که یه سال تمام منو اقبالم کردیم. ولی منم میرم. منم میرم برای خدا عشق بسازم. احمد احمد خواهش دارم جانب خدا دارم. احمد رحمت برای خوش شو. ولی منم میرم برای خودم بهشت میسازم. بهشت منم میرم برای خدا. جانب خدا رحمت جانب خدا رحمت نداریم بده بیر خودشو میکشه. جعفر آقا تو رو به خدا به من کمک کن. جعفر آقا تو که مرد آبایی هستی کارو چی کرد کن که آره هر کسی گیره تو بیافته به همه روز کشون نمیشه. یواش یواش دارم فکر میکنم نکنه با منم داری رول بازی کنی. اوه عزیزم بشن. تو که میگیری من همه این کارا رو به خاطر تو میکنم. سلامتی. با اینجا تو بده بابا ولی باید دیگه کاری یه سره کنیم. کاری بکنیم که به دست همین احمد جونش که داره میپربرونتش سر به نیستش کنیم. نه دیگه خیال راحت باشه. با این آشی که براش پختم گمون نمی کنم جون سالمی از دست احمد به در ببره. تو اینقدر به نتیجه نقشه اطمینان داری؟ برای من از اون روشنتری که کلک جعفر آقا همین امشب کنده است. من فکرامو کردم راست میگی. بس کاری کنیم که به دست احمد از این بس. شماها تا حالا داشتی منو بازی میدادین؟ منو وسیله اجرای نقشه های کثیفتون قرار داده بودین؟ خوب شد فهمیدم. تو مار خوشخط و خال تمام اون زبون بازی ها رو برای فریب دادن من میکردی؟ شما تمام این دروغ ها رو به من میگفتین که منو به جنایت وادار کنین. این وسله ها رو برای این به یه زن بیگناه میشستونی که خودتون به نیرنگ های پلیدتون برسین؟ تو بون روتون بیاد؟ شما که از شبایفیت بوی نبردین؟ شما که انسان نیستین؟ شما که عاطفه ندارین؟ من چی بهتون بگم؟ خافش رو انده پرد و پلا نگو پسر. نه دیگه از پرد و پلا گذشته. شما ها زالوهای هستین که با خون جوانای بدبخت مردم زندگی میکنین. من تا حالا احمق بودم که شما انگلای اشتباه رو نشناختم. ای کاش پاهای من میشکست و تو این لونه فساد نمیمدم. ولی شما گرگای هستین که میش در اومدین. پس به فساد میخواستین من یه مرد شریفی رو که تمام عمرش رو وقف خدمت به مردم کرده از بین ببرم جای پلیدتون اجرا بکنی؟ حالا تازه پرت و پلا میگم؟ دیگه از جون خدا داشتم. یا به دست شما حیوانای خوناشام از بین میرم یا اینکه تا شارکم باقیه اینجا رو سرتون خراب میکنم. خیلی زیادتر از تو خونه داری حرف میزنی. این همه رو از کجا آوردی؟ اینقدر زبون دراز کن واسه سینت ضرر داری. تو مادر فولاد داره زبون درازی میکنی یا من که فریب تو رو خوردم؟ خفش انقدر داری نگو. نه خوشم بود نگو. من تو نمیشستم.
خدا جوانم کنید نامرده شکر میکنید الان حساب همه تونو میرسم بیا جعفر آقا جعفر برو بیرون بلا مثل سک میکنید همه بله آقای رئیس دادگاه، این بود سرگذشت من. حالا شما خودتون قضاوت کنید. آخه من که در تمام مدت عمرم آزارم به مورچه‌ای هم نرسیده، چطور میتونم دستم به خون یک انسان آلوده کنم؟ حالا هر طور شما امر بفرمایید من اطاعت میکنم. خودتون میدونید و خدای خودتون رو قضاوت کنید. جلسه دادگاه تمام شد. رأی نهایی دادگاه بعد از مشورت هیئت قضات اعلام خواهد شد. رأی نهایی دادگاه بدین شهر اعلام می شود. طبق مقتضیات پرونده و بنا به دلائل و مدارک و با ملاحظه شهادت شهود در محضر دادگاه، متهمین محسن فرزند اسماعیل شهرت نواریان 24 ساله و طبی فرزند جواد 33 ساله به 2 ماه زندان، مسعود فرزند صادق 38 ساله به 6 ماه زندان و محمود فرزند یعقوب شهرت رباطپور 31 ساله به 4 ماه زندان و مهران فرزند افتر شهرت گوشگیر 35 ساله به جرم قتل غیر عمد به 10 سال زندان محکوم می شوند و جعفر و احمد از اتهامات وارده تبرئه می شوند. جعفر آقا ما خیلی به شما زحمت دادیم، امیدوارم ما را حلالمون کنیم. نداشم این حرفا چیه میزنیم برو جونم، بازم هرچی باشی شیراز ولایت اصلی تونه. قربون تو ببین آبجی، مواظب داشت احمد آقا باش، اگه پاشکگیریش دراست کرد برام بینویس تا بیام حقشی دفت رستش رو زرم. قربون تو، سلامت. قربون تو، برو والا، برو والا، سلامت. به پای هم پیش المبارد خواهد از گردان گرد موسیقی